جان، منم به نوبه خودم و از همچنین از طرف خانوادم و بخصوص در شرف از درود میفرستم به همه شما عزیزان، مدافعان حقوق بشر، خانواده زندانیان سیاسی و خانواده جان باختگان در سراسر ایران. امروز 20 ژوئن مصادف است با 30 خرداد و یا دقیقا 11 سال پیش در چنین روزی به نام حمایت از زندانیان سیاسی در ایران نامگذاری شد. در این 11 سال شاهد بودیم طیفی از فعالان حقوق بشر و مدافعان زندانیان سیاسی کوشا همواره صدای زندانیان سیاسی و خانواده هایشون بودند. و واقعا جا داره امروز از تمام تلاش این 11 سال این عزیزان تشکر کنیم. به نوبه خودم در این 11 سال شاهد بودم این عزیزان صدای همه زندانیان سیاسی بودند. واقعیت این از زندانیان سیاسی در ایران سرمایه انسانی و ملی همه ما انسانهای آزادی در اون کشور هستیم و بدون هیچ قید و شرطی باید از همشون دفاع کنیم و خوشبختانه امروز خواست آزادی زندانیان سیاسی و دفاع از خانواده هایشان، خواست مبارزه علیه حکم اعدام و لغو این حکم ناعادلانه به خواست عمومی جامعه در سراسر ایران تبدیل شده. اگر به موضوع برنامه امروزم چند نکته رو توجه کنیم، بحث دادخواهی هستش. امروز بحث دادخواهی و خانواده داغداران و یا کسانی که خودشون رو در این صفوف عظیم در سراسر ایران می‌بینن، خوشبختانه همبستگی ایجاد شده ما بین تمام عزیزانی که عزیزانشون رو از دست دادن، مادران داغدار، خانواده جان باختگان و خانواده زندانیان سیاسی. من سالهاست کار حقوق بشری می کنم و به عنوان عضوی از خانواده زندانیان سیاسی و متاسفانه به عنوان عضوی از کسی که دو برادرم رو در این راه از دست دادم، شاهدم که چه اتحاد عظیمی بین خانواده ها در سراسر ایران تبدیل شده و تشکیل شده. این جا داره این صفوف رو قوی کنیم و خوشبختانه امروز در صف اول مبارزه مادرانی هستند از سراسر ایران که هم دیگر رو پیدا کردن، با جرأت علیه این مبارزه صدا بلند کردن و امروز به صدای رسای همه آزادی خواهان در ایران تبدیل شدن. من امروز با چند خانواده در کردستان حرف زدم. متاسفانه ما در این سالها شاهد اعدام خیلی از فعالان در سراسر ایران بودیم، اما یک نکته که در کردستان هم کماکان و همیشه جای داغ و همیشه نگرانی خانواده ها رو در پی داشته، عدم تحقیق جنازه عزیزانمون بوده. ببخشید گویا میکروفونی باز هست، صدای اضافی میاد و ما سخنان رو درست متوجه نمیشیم. ممنون میشم. بفرمایید. خانومی به اسم رویا هستن، میکروفونشون بازه و بله من هستم، ادامه بدید. ممنون. بفرمایید. بله، بحث عدم تحویل جنازه ها در کردستان متاسفانه تاکنون روی دل تمام مادرانی که عزیزانشون رو از دست دادن سنگینی میکنه. و امروز من این حق رو به خودم میدم که از طرف دایه شریفه، دایه سلطنه، مادر زانیار، دایه آمینه، دایه مادر لقمان مرادی و چند زندانی دیگه که در این روزا باشون حرف زدم، این خواسته و این تقاضا رو به شما فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر، کنشگران حقوق بشر و نهادهای مدافع حقوق بشر اعلام کنم که از این مادران دفاع کنید و صدای این مادران رو برسونید، چرا که اینها با اعدام عزیزانمون ظلمی رو به این عزیزان کردن. ولی همکنونم عدم تحویل و دفن نامعلوم این عزیزان به ابزاری علیه خانواده ها و شکنجه خانواده ها تبدیل شده و واقعا خیلی سنگین هستش. ولی خب امجد حسین پناهی عزیز، فقط یک دقیقه دارین شما. بله، من در پایان مجددا اعلام میکنم به عنوان عضوی از خانواده جان باختگان در سراسر ایران
و علل خصوص در کردستان خودمو همراه و همگام با همه عزیزانی میبینم که امروز فریاد دادخواهی و بلند کردن. خودمو عضو تمام خانواده زندانیان سیاسی در ایران میدونم و خودمو عضو تمام خانواده جانباختگان در سراسر ایران میدونم و امیدوارم این اتحاد مادران داغدار خانواده جانباختگان بتونه هرچه بیشتر به صدای رسای این عزیزان و صدای خفه شده زندانیان سیاسی در ایران کمک کنه. درود بر شما. ممنون.